سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده گفته که مردم افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر رنج می‌برند. عفو بین الملل در این گزارش 418 صفحه‌ای خود می‌نویسد که شیعیان و سیک‌ها مورد انواع تبعیض قرار گرفته و نیز اقوام هزاره، ازبک، ترکمن و تاجیک با حاشیه رانده شدن فزاینده و اخراج اجباری از خانه ها و زمین هایشان مواجه شدند. این گزارش همچنین می افزاید طالبان محدودیت های در حال افزایش را بر زنان و دختران وضع کردند که ظاهراً هدف آنها حذف کامل زنان و دختران از عرصه های زندگی اجتماعی بوده است. بر اساس این گزارش، بحران بشری ویرانگر در افغانستان عمیق‌تر شده و با تسلط طالبان در سال 2021 میلادی و بلایای طبیعی از جمله زلزله، سیلاب‌ها و سال‌های متوالی خشکسالی نیز تشدید یافته است. عفو بین الملل در این گزارش خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا علاوه بر مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک مکانیزم پاسخگویی مستقل بین المللی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد برای رسیدگی به جرائم احتمالی نیز ایجاد کند. برای صحبت بیشتر در این باره محمد نبی سروری کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای سروری، در رابطه با گزارش عفو بین الملل در زمینه سرکوب شدید و موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان لطفاً نظراتتون رو بیان بفرمایید. با تقدیم سلام و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت حمزه همه گرامی پیامبر اسلام و امام زاده عبدالعظیم حسنی خدمت بعد عرض شود که آنچه در گزارش سازمان عفو بین الملل ارائه شده است کاملا مبتنی بر واقعیت است. بدبختانه نقض صریح حقوق بشر توسط رژیم سفاک و غاصب طالبانی در ابعاد بسیار گسترده تر از آن که تصور می شود علیه مردم افغانستان هم از اقشار مختلف جامعه اعمال می شود. دردمندانه باید گفت که رژیم طالبان جهان مردم افغانستان را تبدیل به جهنم کرده و فرصت های داشتن یک زندگی مسالمت آمیز و عزتمندانه را از مردم افغانستان غارت برده. بله، علاوه بر شیعیان سایر اقلیت‌های دینی و قومی در افغانستان مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در این زمینه هم لطفاً اگر نکته‌ای به نظرتان می‌رسد بفرمایید. این یک واقعیت مسلم است که بیشترین تبعیضات علیه شیعیان و سیک‌های افغانستان روا داشته شده از طرف طالبان، از جانب طالبان، و اکثریت مردم، تعداد بسیار زیادی از مردم هزاره و سیکا ناگزیر شدند که از اماکن خود و از مناطقی که زندگی میکردن جابجا شوند و مجبور به کوچهای اجباری شدند و حتی تعداد بسیار زیادی از هزاره ها و هندوها ناگزیر به ترک افغانستان شدند. اما در عین حال روا داشتن تبعیض بر علیه سایر قومیت ها و ملیت هایی که در افغانستان زندگی میکنه همچنان ادامه داره و هیچ تبعیه از اتباع افغانستانی تحت چتر حکومت طالبانی متاسفانه احساس امنیت نمیکنه. یکی از دلایل تحت فشار قرار دادن سیک ها و هزاره ها را که اگر بعد ما مورد ارزیابی قرار بدیم این است که اونا تلاش حدی اکثری خود به منظور تحت فشار قرار دادن هزاره ها و هندوها به خرج میدن تا این مردمان ناگزیر شوند و راه مهاجرت اختیار کنه و مو هدف اصلی که طالبان میخواد به سوی یکسانسازی جامعه افغانستان بره حرکت کنند. بله آقای سروری، محدودیت های اعمال شده به زنان هم از مواردی بوده که مورد توجه عفو بین الملل قرار گرفته. دلیل انجام این محدودیت ها توسط طالبان چیست؟
در ارتباط با محدودیت های ضد انسانی و ننگین و شرم‌آور را که واقعا طالبا علیه زنان در افغانستان اعمال میکنند، در واقع ریشه در اندیشه باطل و هدف شوم و پلید از طالبا داره، به این معنا که طالبا از لحاظ فکری باورمند حقوق برابر میان زنان و مردان در خانواده و جامعه نیستند و نگاه طالبا در قبال زندگی اجتماعی زنان یک نگاه شیگرانه و کاملا تحجرگرایانه است. بله. و اونها فکر میکنن که زنان در حقیقت مالکیت و مزرعه مردان هستند به این اساس. اما این که هدف تحت فشار قرار دادن زنان به صورت کاربردی و هدفمند چیه، باید خدمت در شود که طالبان به دنبال نهادگر نکردن بنیادگرایی و ترویج خشونت در جامعه است و اگر اونا بخواهند که به صورت اساسی اما اهداف پلید خود در جامعه پیاده کنه، مسلم است که نقش زنان در قسمت تربیت فرزندان در خانواده ها بسیار تعیین کننده است و طالبا با تحت فشار قرار دادن زنان و متحد ساختن زنان تلاش میکنند که از زنها در راستای پیاده نمودن اهداف خود استفاده ابزاری کنه و به این معنا که سنگ خشونتگرایی را در تهداب خانواده ها بر زمین بگذاره از طریق اعمال فشار بر زنان. متاسفانه. بله. سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.